فصل پانزدهم. عده‌ای از یهودیه به انطاکیه آمده بودند و برادران را تعلیم داده می‌گفتند تا طبق سنت موسی ختنه نشوید، نجات یافتن برایتان محال است. پس از مناظره و مباحثه بسیار بین آنان از یک طرف و پولس و برنابا از طرف دیگر، قرار بر این شد که پولس و برنابا و چند نفر دیگر برای تحقیق در اطراف این مسئله به اورشلیم پیش رسولان و رهبران کلیسا بروند. اعضای کلیسا ایشان را بدرقه نمودند و در حالی که از فنیقیه و سامره عبور می‌کردند، همه جا مژده ایمان آوردن ملت‌های غیر یهود را ابلاغ می‌نمودند و این خبر موجب شادی عظیم جمعی برادران شد. هنگامی که به اورشلیم رسیدند، کلیسا و رسولان و رهبران با آغوش باز از ایشان استقبال کردند و آنان کارهایی را که خدا به اتفاق ایشان انجام داده بود بیان کردند. در این موقع بعضی از فریسیان که ایمان آورده بودند برخاستند و اظهار داشتند لازم است ایشان ختنه شوند و به آنان دستور داده شود که شریعت موسی را رعایت نمایند. رسولان و رهبران برای رسیدگی به این مسئله انجمنی تشکیل دادند. پس از بحث بسیار پتروس برخاست و خطاب به ایشان گفت: ای برادران، شما می دانید که مدتها پیش خدا مرا از میان شما برگزید تا غیر یهودیان مژده نجات را از زبان من بشنوند و ایمان آورند. خدا که از قلب‌ها آگاه است، این کار را با عطای روح القدس با آنان به همان طریقی که به خود ما عطا فرمود تأیید کرد و هیچ تبعیضی بین ما و آنان قائل نشد، بلکه قلب آنان را با ایمان پاک ساخت. پس حالا چرا می‌خواهید با نهادن باری بر دوش این مؤمنین، باری که نه ما و نه پدران ما قدرت تحمل آن را داشتیم، خدا را بیازمایید؟ نه، ما از راه فیض عیسی خداوند ایمان می‌آوریم و نجات می‌یابیم و آنها هم همینطور. به دنبال سخنان پتروس همه ساکت ماندند و به گزارش برنابا و پولس در مورد آیات و معجزاتی که خدا به وسیله ایشان در میان غیر یهودیان انجام داده بود گوش می‌دادند. همین که سخنان آنان تمام شد، یعقوب گفت: ای برادران، توجه فرمایید. شمعون برای ما شرح داد که چگونه خدا در ابتدا قومی را از میان اقوام جهان برگزید تا فقط به او متعلق باشند و به این وسیله علاقه خود را به تمام ملل نشان داد. این موافق سخن انبیا است، چنانکه کلام خدا می‌فرماید: بعد از این باز می‌گردم و مسکن ویران داوود را از نو بنا می‌کنم و خرابی‌های آن را بار دیگر آباد می‌گردانم و آن را برپا خواهم کرد تا بقیه بنی نوع بشر طالب خداوند گردند، یعنی جمعی مللی که نام خود را بر آنها نهادم. این است آنچه خداوند می‌گوید، خداوندی که این چیزها را از قدیم الایام آشکار کرده است. بنابراین رأی من این است که غیر یهودیانی را که به سوی خدا آمدند دچار زحمت نسازیم، جز اینکه کتباً به ایشان دستور دهیم که از خوردن گوشتی که در اثر تقدیم شدن به بت‌ها ناپاک و نجس شده است و از زنا و خوردن حیوانات خفه شده و همچنین خوردن خون بپرهیزند، چون شریعت موسی از زمانهای قدیم در هر روز سبت در کنیسه ها خوانده و تعالیم او در تمام شهرها موعظه می شود. پس رسولان و رهبران با تمام اعضای کلیسا توافق کردند که افرادی از میان خود انتخاب کنند و به اتفاق پولس و برنابا به انطاکیه بفرستند. ایشان یهودای ملقب به برسبا و سیلاس را که از افراد برجسته در میان برادران بودند انتخاب کردند و نامه خود را به این مضمون به وسیله ایشان ارسال داشتند: برادران شما، یعنی رسولان و رهبران، به برادران غیر یهودی مقیم انطاکیه و سوریه و قیلیقیه سلام می رسانند.
به ما خبر رسیده است که بعضی از افراد ما بدون اینکه دستوری داشته باشند با سخنان خود شما را دچار تشویش کرده و افکارتان را مغشوش ساختند. بنابراین همه ما به اتفاق آرا تصمیم گرفتیم چند نفر را انتخاب نماییم و به اتفاق عزیزان خود برنابا و پولس که جان خود را به خاطر خدمت خداوند ما عیسی مسیح به خطر انداختند پیش شما بفرستیم. بنابراین یهودا و سیلاس را فرستادیم تا شفاهن همان چیزها را برایتان بیان کنند. رأی روح القدس و ما بر این تعلق گرفته است که جز دستوراتی که در زیر می آید بار شما را سنگین تر نسازیم. و آن این است که از هرچه برای بت‌ها قربانی شده و از خون و حیوانات خفه شده و زنا دوری جویید، چنانچه از این چیزها پرهیز کنید کار نیکویی انجام داده اید. و سلام. وقتی آنها آنجا را ترک کردند به انطاکیه رفتند و همین که جماعت ایمانداران را جمع کردند آن نامه را به آنها دادند. وقتی نامه خوانده شد جمعیت از آن پیغام دلگرم کننده شادمان شدند و یهودا و سیلاس که نبی بودند با سخنان بسیار آن جماعت را تشویق و تقویت کردند. پس از آن که مدتی در آنجا ماندند به سلامتی به سوی فرستندگان خود برگشتند. اما پولس و برنابا در انطاکیه ماندند و به اتفاق عده کثیری به تعلیم و بیان پیام خدا مشغول بودند. بعد از چند روز پولس به برنابا گفت: به شهرهایی که پیغام خداوند را اعلام کرده ایم برویم و از برادرانی که تازه ایمان آوردند دیدن نماییم تا از حالشان با خبر شویم. برنابا می‌خواست یوحنای ملقب به مرقس را به همراه خود ببرند، اما پولس عقیده داشت که نباید کسی را که در پمفلیه ایشان را ترک کرده و تا پایان کار همراه ایشان نمانده بود بار دیگر با خود ببرند. مشاجره آنان چنان سخت شد که از یکدیگر جدا شدند و در نتیجه برنابا مرقس را برداشت و از راه دریا به قبرس رفت و پولس سیلاس را انتخاب کرد و پس از اینکه توسط برادران به فیض الهی سپرده شد حرکت کرد و از استانهای سوریه و قیلیقیه گذشته و کلیساها را تقویت می‌کرد.